سلام، وقت بخیر. سرخط خبر ده. انتقادها از ناکامی حکومت در تأمین امنیت خبرنگاران. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید حکومت و ویژه نهادهای امنیتی در کار تأمین امنیت خبرنگاران ناکام هستند. شمار از خبرنگاران تعهد حکومت را برای پشتیبانی از آزادی بیان و پخش اعلامیه ها پس از کشته شدن خبرنگاران محدود میدانند. وقتی حکومت افغانستان تعهد از آزادی بیان داره، چرا پرونده قتل یما سیاوش روشن نمی‌سازد؟ ما سر رفع تهدیدهای امنیتی بر خبرنگارا، جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر جدا کار میکنیم. دانسته شدن طالبان، داعش و القاعده همچون پشتیبانان اصلی قاچاق مواد مخدر در افغانستان. رئیس عمومی عملیاتی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله این سه گروه را از بزرگترین پشتیبانان تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان می داند. القاعده و داعش و طالبان همین سه شبکه بسیار عمده و مشهور در افغانستان هستند، مطلقا از قاچاقبارا و در قاچاق مواد مخدر دخیل و حمایت می کنند. ایجاد مرکز خدمات پیژنتون در وزارت داخله. این وزارت هدف از ایجاد این مرکز را رسیدگی به مشکلات و چالش های نیروهای امنیتی می داند. پیژنتون وزارت داخله که جدیدا افتتاح شده، عریضه و امضای وزیر داخله ضرورت نیست. افزایش تنش ها میان ایران و امریکا در نخستین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین شاخ قدس سپاه پاسداران. شمار از خبرنگاران و وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت و ویژه نهادهای امنیتی را در کار تأمین امنیت خبرنگاران به ناکامی متهم می سازند. این خبرنگاران اعلامیه های حکومت را که پس از قتل خبرنگاران پخش می شوند اغوا کننده می دانند و می گویند که تمامی تعهد حکومت در پشتیبانی از رسانه ها تنها در حد پخش اعلامیه ها بوده. از سوی دیگر یک عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در حالی که طالبان را عامل قتل هدف فندانه خبرنگاران میداند میگوید که طالبان از رسانه ها هراس دارند. مسعود انصار گزارش میدهد. شماری از خبرنگاران در واکنش به اعلامی ارگ در پیوند به ترور بسم الله عادل خبرنگار در غور میگویند که حکومت تنها در حد شعار برای آزادی بیان و تامین امنیت خبرنگاران کار کرده است. هیچگاه اینا در عمل به این کار مبادرت نورزیدن و صرف در سطح گفتار بوده. این خبرنگاران میگن در دو ماه گذشته یما سیاوش و فردین امینی در کابل، ملاله میوند در ننگرهار، الیاس دایی در هلمند، رحمت الله نیکزاد در غزنی، بسم الله عادل ایماق در غور و شماری دیگر از فعالان رسانه‌ای و جامعه مدنی ترور شدند. وقتی حکومت افغانستان تعهد از آزادی بیان داره، چرا پرونده قتل یما سیاوش روشن نمی سازد؟ چرا رئیس بانک مرکزی اطلاعات نمی تک؟ در حالی که سفارت امریکا در کابل ادامه ترور خبرنگاران را نکوهش می کند و خبر جان باختن بسم الله عادل را تکان دهنده می گوید، وزارت اطلاعات و فرهنگ از سازمان ملل و اتحادیه اروپا می خواهد که برای پایان دادن به خشونت و تهدیدهای هراس افغانان در برابر خبرنگاران کاری کنند. در چند کیلومتری و در چند قدمی مراکز مهم سیاسی و امنیتی کس به قتل نرسد. جدی می خواهیم یک بار دیگر هم تاکید می کنیم که تأمین امنیت تمام شهروندان به خصوص تأمین امنیت خبرنگاران مسئولیت مستقیم نهادهای امنیتی و وزارت محترم داخل است. ما سر رفع تهدیدهای امنیتی بر خبرنگارا، جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر جدا کار میکنیم و نمونه های را ما داریم که تعداد از تهدیدهایی که وجود داشت ما او را رفع کردیم. تا کنون طالبان از گرفتن مسئولیت قتل خبرنگاران خودداری کردند، اما یک عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان طالبان را مسئول این قتل ها می داند. شکی نیست که در پشت سر تمامی حوادث اگر جورنالست ها شهید میشن یا مردم عامه
جانب طالب است. مرکز خبرنگاران افغانستان از سبت 112 رویداد خشونت در برابر خبرنگاران به شمول قتل 8 کارمند رسانه‌ای در سال 2020 و روز نخست سال 2021 خبر می‌دهد. اعضای هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان میگویند که بحث های دور دوم مذاکرات با این گروه روی چگونگی نظام آینده کشور خواهند بود. عبدالحفیظ منصور میگوید که طالبان یک جریان دینی نیستند و در دور دوم مذاکرات بحث های دینی و سیاسی نخواهند داشت و تنها درباره چگونگی تقسیم قدرت در حکومت آینده بحث خواهند کرد. غلام فاروق مجروح و محمد ناطقی از اعضای دیگر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بحث امارت را در مذاکرات صلح منتفی می دانند و بر پشتیبانی از نظام کنونی در کشور تاکید می برزند. و سعود انصار در این باره هم گزارش آماده ساختند. ارزیابی دور نخست مذاکرات صلح و چشم انداز آینده محور اصلی این گفتمان را می سازد. گفتند که طالبان تغییر کردند، طالبان دیگر رو طالبان سابقه نیستند. شناخت و ارزیابی ما این را ثابت می کنه که ذهنیت طالبان هیچ گونه تغییری نکرده. آقای منصور می گوید که تصمیم گیرندگان اصلی طالبان سیاستگرانشان نه بل نظامیان این گروه هستند. این عضو هیئت مذاکره کننده می گوید که طالبان چیزی را به نام حکومت و جمهوریت نمی شناسند. آقای منصور در حالی که از نبود اجماع در تیم جمهوریت انتقاد می کند، یگانه راه حل را بر اوضاع کنونی ایجاد حکومت موقت اما با حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته می داند. اگر نظام حفظ شد، اگر حفظ شد سر جایش بود و در برابر رفتن یک فرد از اینجا به اینجا کس دیگه آمدن، ما به صلح رسیدیم و میگویم این به قیمت میارزه. اما در این نشست شماری از اعضای دیگر هیئت مذاکره کننده صلح در حالی که بر ارزش های نظام کنونی تاکید میورزند میگویند که بحث آنان در دور دوم بیشتر روی چگونگی ایجاد نظام آینده با طالبان خواهد بود. طالبان دارای چی تفکر و دارای چی سیستم است، اونها چی شیوه را و چی سیستمی را در حکومت داری اونها برای مردم افغانستان معرفی میکنه. اینها سوالاتی هستند که مطرح است. در افغانستان نسل جوان زندگی میکنه و این نسل صاحب علم است، صاحب فهم است، صاحب دانش است. این نسل با جهان امروز من حیث یک خانواده جهانی با جهان وصل شده و این نسل نسل شلاق و کتک نیست. در همین حال شماری از اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی و هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در قصر سپیدار دیدار کردند. در یک خبرنامه این شورا آمده است که در این نشست بحث ها روی یکی سازی دیدگاه ها و ایجاد رهنمود برای هیئت مذاکره کننده در دور دوم مذاکرات متمرکز بودند. رئیس عمومی عملیاتی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله گروه های چون القاعده، داعش و طالبان را از بزرگترین پشتیبانان تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان می داند. به گفته این مقام وزارت امور داخله در ولایت های چون هلمند، نیمروز، فراه و بدخشان که گواه نفوذ بیشتر طالبان هستند، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز بیشتر است. اما طالبان دخیل بودنشان را در قاچاق مواد مخدر رد می کنند و می گویند که آنان در موقف نیستند که در بخش های زیر اداریشان جلب کشت خشخاش را بگیرند. تمیم حمید گزارش می دهد. پیوند راسفگنی و مواد مخدر همواره از چالش ها در برابر پیکار با مواد مخدر دانسته شده است. اما مقام های امنیتی دخیل در این پیکار بدین باورند که با سپرده شدن کامل مسئولیت ها به نیروهای امنیتی کشور این پیکار سنگین تر شده است. در نقاطی که طالبا حاکمیت داره، خصوصا هلمند، فرا، نیمروز، ساعت بدخشان و سایر ولایاتی که حضور از زیادتر است، در اون نقاط کشت، تولید، تورید، قاچاق مواد مخدر در اونجا هم صورت میگیره. به گفته این مقام وزارت امور داخله، گروه های دیگر نیز از قاچاقبران مواد مخدر پشتیبانی میکنند و این پیکار را در برابر مواد مخدر دشوارتر میسازد. القاعده و داعش و طالبا امی سه شبکه بسیار عمده و مشهوری که در افغانستان هستند مطلقا از قاچاقبرا وقت در قاچاق مواد مخدر دخیل و حمایه میکنند.
اما طالبان چیز دیگری میگویند. یک سخنگوی این گروه که قاچاق مواد مخدر را به برخی از علاقات دولتی در کابل و ولایت ها پیوند میداد، تاکید میورزد که آنان به علت اینکه در این سالها همواره در جنگ بودند، نتوانستند جلو کشت مواد مخدر را در ساحات زیر نفوذشان بگیرند. کاری که به باور این سخنگوی طالبان اگر به آن دست زده شود، سطح پشتیبانی را از این گروه در محلات پایین آورده و برایشان زیانبار تمام خواهد شد. بانک نهادهای دخیل در پیکار با مواد مخدر خبر می‌دهند که پس از پیمان صلح آمریکا و طالبان دیگر در این پیکار پشتیبانی نیروهای خارجی را ندارند، اما پیش از این سیگر یا بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان نتیجه گیری کرده است که با وجود اختصاص 8.94 میلیارد دلار از سال 2002 تا 2019 میلادی از سوی آمریکا برای پیکار با مواد مخدر در افغانستان، این تلاش‌ها نتیجه مطلوب نداشتند. در چنین اوضاعی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید که آنان توانستند تنها در پاییز امسال بیش از 270 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کنند. در بین مظنونین و متهمین موظفین خدمات عامه هم شامل می باشم. قسم که یادآور شدم یک تبعی خارجی هم است و 47 قضیه ازی 47 تن از اینا به شمول 4 خانم از میدان اوی بین ملی آمده کرزه بازداشت شدند. با گفته معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، در سال روان هجری خورشیدی نیروهای مبارزه با مواد مخدر در بیش از 2170 عملیات در سراسر کشور بیش از 2630 تن را بازداشت کردند. در این عملیات ها بیش از 280 تن مواد مخدر و مواد کیمیایی که برای تولید مواد مخدر به کار می رود به دست آمده است. وزارت امور داخله مرکز خدمات پیجنتون را برای رسیدگی به چالش های نیروهای امنیتی در این وزارت ایجاد کرده. مسئولان مرکز خدمات پیجنتون می گویند که با ایجاد این مرکز از مشکلات و شکایت های نیروهای پلیس درباره بی‌سرنوشتی‌شان کاسته شده و نیروهای امنیتی می توانند با مراجعه کردن به این مرکز در چند روز درباره بلند رفتن رتبه‌شان و یا تغییری و تبدیلی ها و استخدام اطلاعات به دست بیاورند. اما هنوز هم شمار از منصوبان نیروهای امنیتی در تقرری هایشان با چالش های روبرو هستند. زهرا رحیمی گزارش می دهد. حدود 2 ماه می شود که مرکز خدمات پیجنتون وزارت امور داخله برای رسیدگی به چالش های نیروهای امنیتی به ویژه در بخش تقرری ها و بلند رفتن رتبه های کاری نیروهای پلیس ایجاد شده است. روزانه 10 تن از نیروهای امنیتی برای رسیدگی به مشکلاتشان به این مرکز مراجعه می کنند. تعیین بستی از تبدیلی، از ترفیع، از تقاعد، از کسایی که غیابت می داشته باشد، از غیابتشان، تمام کارشان در زیر یک سقف خدمات عامه پیجنتون انجام میشن. وزیر امور داخله پیش از این گفته بود که با ایجاد مرکز خدمات پیجنتون چالش بی سرنوشتی نیروهای پلیس از میان برداشته می شود. پیجنتون وزارت داخله که جدیداً افتتاح شده، عریضه و امضای وزیر داخله ضرورت نیست. همی عرایزی که روزای چهارشنبه خروار به ما میه و چند تاش بیشتر آمد، اینمی دیگه ضرورت نیست. اما با وجود این هم شماری از افسران پلیس ملی شکایت دارند که نمی توانند رتبه بگیرند یا در بخشی که می خواهند کار کنند. محترم شما خودتون برای خود درد خیلی ما از خوشی جا آمدیم. خیلی بخاطر طرفه چند بار سجل رای کردیم، کار ما طرفه ما اجرا نشد. موضوع واسطه هستم، متعمد ده هیچ قانون تبدیل نمیشه. من مسئول اکادمی پلیس هستم، داخل خدمت می خوانم 4 سال، به هیچ وجه تبدیلی در قانون نیست که من تبدیل شوم. بیشتر کارمندان مرکز خدمات پیجنتون وزارت امور داخله بانوان هستند. نیروهای امنیتی ما مجبور بودند که اسناد فیزیکی را از یک شعبه به شعبه دیگر شعبه بگردانند با سرگردانی ها و چالش های بسیار زیاد، ولی خوشبختانه سیستمی که جدید عیار شده سیستم تکنولوژی و ایمیل است. ما پل ارتباطی هستیم میان ارگان های این وزارت و میان مراجعین. وزارت امور داخله پیش از این گفته است که حدود 11,000 تن بر شمار نیروهای پلیس کشور افزوده می شود و بر بنیاد آمارهای وزارت امور داخله 160,000 تن از نیروهای پلیس در حال حاضر تنخواه دریافت می کنند. باشندگان ولسوالی بتیکوت ننگرهار در اعتراض به افزایش ناامنی ها در این ولسوالی راه ترخم جلال آباد را بستند. نیروهای خیزش مردمی و باشندگان بتیکوت میگویند که حکومت از آنان در برابر طالبان پشتیبانی نمی کند، اما ولی ننگرهار گفته که حکومت برای تامین امنیت بتیکوت تلاش دارد. در ادامه تا چند لحظه دیگر
گماشته شدن والی تازه برای کندهار. ادامه خبرها، روح الله خانزاده همچون والی تازه کندهار گماشته شد. اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید که روح الله خانزاده بر بنیاد پیشنهاد این اداره سوی رئیس جمهور به جای حیات الله حیات همچون والی کندهار گماشته شدند. هرچند درباره علت برکناری آقای حیات از مقام ولایت کندهار چیز گفته نشده، اما او چند روز پیش در گفتگوی تلویزیونی گفته بود که تنها 30% از نیروهای پلیس در کندهار وجود دارند و 70% دیگر وظیفه هایشان را ترک کردند. این گفته ها با واکنش پلیس کندهار روبرو شده بودند. ناشران و کتاب فروشان منطقه جوی شیر کابل حکومت شهرداری را و بی‌پروایی در برابر خودشان متهم می‌سازند. آنان که به گونه اعتراض‌آمیز گرد هم آمدند می‌گویند که شهرداری کابل دست به ویرانسازی این بازار زده، در حالی که تاکنون بدیل برای آن در نظر نگرفته. اما شهرداری کابل می‌گوید که برای این کتاب فروشان و ناشران مکان دیگر در نظر گرفته شده و آنان باید به آنجا انتقال یابند. در ادامه، اخراج شدن 400 تن از کارمندان وزارت فواید عام. در ادامه، شمار از کارمندان وزارت فواید آمد آدارند که رهبری تازه این وزارت به بهانه آوردن اصلاحات در تشکیل این نهاد بیش از 400 کارمند را اخراج کرده و به جای آنان افراد وابسته به خود را با حقوق بلند جابجا کرده. این کارمندان که صبح روز شنبه در برابر در این وزارت دست بر راه پیمایی زدند، میگویند که نیروهای وابسته به رهبری این وزارت آنان را لتو کوب کردند. اما وزارت فواید عامه میگوید که این برنامه برای بهبود کارها در این وزارت عملی میشود. ذبیح الله جهانمل گزارش میدهد. پس از وزارت معادن، وزارت فواید عامه نیز زیر نام اصلاحات در تشکیل این وزارت صدها کارمند 12 پاس و 14 پاس این وزارت را از کار اخراج کردند. این کارمندان ادعا دارند که با وجود اسناد لازم دست داشته به بهانه های گوناگون از کار اخراج شدند. ما 10,000 افغانی معاش داریم، کدام امتیاز مسلکی من ندارم، سوپر اسکیل من ندارم و همه رقمی پرسونل که هستن. اونا پس میکنن از وزارت، منفصل میسازن و کارمنده خود این را میارن با نام خود کردن تشکیل و با نام مسلکی سازی. این کارمندان پیشین وزارت فواید عامه میگویند که تصمیم اخیر وزیر فواید عامه زیر نام اصلاحات در تشکیل این وزارت خلاف مواد قانون کار است و رئیس جمهور باید در این بخش مداخله کند. وزیرایی که میایه بالاتر از 100 نفر تا 200 نفر با معاشای 50,000 تا 1,00,000 میاره، اونا را خلاف همه قانون به نام مشاور، به نام همکار تکنیکی شامل میکنه. از سوی هم شماره از این کارمندان با نشر ویدیوها از برخورد نادرست نیروهای امنیتی وابسته به وزارت فواید عامه شاکی اند. پوچاتر خبر کرد شوی ده چې دا خلک ټول بیکاره کیږي، دا ټول لاړ شي، څوک په دې نامو باندې چې رازه ته دولسم پاسې، دا دولسم پاسو چې د دې وزارت بودیجه پروس کال ته 90% پورې ورسوله. سر و صدا کردن، فایر کردن، زلن خوردن، ما را کسی حمایت نکردن، اینجا فایر سر ما شدن، تعداد ما را بر مورد لد کوب قرار دادن. اما وزارت فواید عامه در این باره چنین میگوید: با منظور بهبود و اجرات بهتر و مسلکی سازی، وزارت فواید عامه اصلاحات را روی دست گرفته تا کارکنان غیر مسلکی بکالوریا و فوق بکالوریا را انفصال تبدیل و افراد مسلکی و متخصص را به عوض آنها به کار بگمارد. این در حالی است که بحران بیکاری در کشور با شیوع ویروس کرونا رو به افزایش بوده است. شمار از آگاهان اقتصاد گزینش های سلیقه‌ای را در وزارتخانه ها آن هم با حقوق بلند یکی از علت های می دانند که سبب شده است تا رهبری جدید در شمار از وزارت ها کارمندان پایین رتبه را از کار بیرون کنند. و
و فدراسیون اتاق‌های افغانستان میگوید که در هشتمین نشست بازرگانی و ترانزیتی افغانستان پاکستان نمایندگان دو کشور به نتیجه لازم دست نیافتند. آنان میگویند که قرار بود در این نشست روی توافقنامه ترانزیتی و بازرگانی دو کشور و نیز عملی شدن این توافقنامه بر بنیاد اصول سازمان تجارت جهانی توافق شود، اما پاکستان این موضوع را تایید نکرد. خواهید دید ناپدید شدن 9 تن در نتیجه لغزش زمین در نروژ. ادامه خبرها. در نخستین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده افزایش یافتند. ایران بر انتقام گیری از امریکا تاکید می‌ورزد و ایالات متحده نیز جنگنده هایش را به خلیج فارس فرستاده و تدابیر امنیتی را در پیرامون سفارتش در بغداد افزایش داده. در مراسم یادبود از کشته شدن قاسم سلیمانی در ایران جانشین او بار دیگر بر انتقام گیری از امریکا تاکید می‌ورزد. مطمئن باشین حتی از درون خانه شما ممکن است کسانی پیدا بشوند که پاسخ این جنایت شما رو به شما بدن. شاخه قدس سپاه پاسداران ایران از سوی امریکا به تمویل هراس افغانی و پشتیبانی از گروه های مسلح و شورشی در عراق، سوریه، یمن، بحرین و نیز انجام عملیات های در کشورهای دیگر متهم است. فرمانده این نیروها می گوید که با وجود مرگ سلیمانی ماموریت آنان ادامه دارد. با صراحت میگم مسیر نیروی قدس و مسیر مقاومت با شیطنت هایی که امریکا می کند تغییر نمی کند. امریکا قاسم سلیمانی را بزرگترین هراس افغان و ایران را بزرگترین پشتیبان هراس افغانی در جهان می داند. شب گذشته ارتش ایالات متحده به دستور من یک عملیات دقیق و بی نقص انجام داد که هراس افغان درجه اول جهان قاسم سلیمانی را کشت. یک سال پس از کشته شدن سلیمانی شمار نیروهای آمریکایی در عراق کاهش یافته است و سفارت و پایگاه‌های آمریکا در عراق بارها آماج حمله‌های موشکی قرار گرفتند. و 9 تن از کسانی که در نتیجه لغزش از زمین در جنوب نروژ ناپدید گشتند تا کنون پیدا نشدند. این رویداد درست پیش در روسای در جنوب نروژ رخ داد. توجهتان به خبرهای این ساعت تشکر. شب بخیر.